خب بچه ها تو این قسمت نگاه بکنید، ما میخوام بکراندی اضافه کنم برای هر کدوم از این سکشن ها. بریم داخل خورده کد ها یا کد سنیپیت. اول رو کلیک بکنید، استایل برای جلوی صفحه. یه سری من استایل رو اینجا دادم، همه این رو کپی کنید. خب بردارید بیارید داخل style.css، نه front page. اینجا بهتون گفتم چه فایلی این بالا اگر نگاه بکنید، lander-style.css، lander-style.css. اگر برید بازش بکنید میتونید اینجا پیستش بکنید. اما من چیکار کردم، تمام front page اگر نگاه بکنید، یه سری ما کلاس و آیدی داشتیم که ببینید سیکشن، call to action، دیگه یه سری سیکشن های زیادی داشتیم که هر کدومش آیدی دادیم. آیدی ها رو من تارگت کردم و بهش چیکار کردم، اینجا استایل دادم. حالا اینو سیو بکنیم، اینجا بریم ببینیم چه مشکلی داریم. ریفرش اگر بزنیم، اول بذارید ببینم من اینو سیو کردم، lander-style.css. ریفرش کردیم، دیدید که این بک‌گراند ها رو گرفتیم. خب استایل، اگر شما بک‌گراند ها رو نگرفتید یا functions.php تون اشکال داره، برید این کدها رو از اول بنویسید، یا همونجوری که من کدها رو نوشتم بنویسید، و یا اینکه style.css تون رو لود نکرده. نگاه بکنید الان بک‌گراند ها اپلای شد. من گفتم داخل هر سکشن یه بک‌گراند بده، اما یه مشکلی وجود داره. مشکل این که این سمت راست خالیه، و اگر شما این سمت راست خالی نبینید، به خاطر اینکه صفحتون بزرگتر از مال منه، نگاه بکنید اگر بزرگ باشه اینجوری نشون داده نمیشه، ولی اگر شما برید صفحتون رو کوچیک بکنید یا زوم بکنید، این چیز خالی رو میبینید که تو یه قسمتی اینجوری ظاهر میشه. اگر خیلی هم بزرگ باشه دیده نمیشه، و اگر خیلی هم کوچیک باشه باز هم دیده نمیشه. یه جایی هستش که ببینید که صفحه خالی داره. این صفحه خالی، بریم ببینیم از کجا این مشکل پدید اومده. اگر من روی هر کدوم از المنت ها راست کلیک کنم، اینجا میبینید که برم بالا این درخت تا اینجا برسم که اینجا نوشته سایت مین. اگر یه دونه دیگه برم بالا، اینجا نوشته کانتنت ایریا، و این کانتنت ایریا رو نگاه بکنید، اینجا برای یه میدیا اسکرینی براش چیکار کرده، میدیا اسکرین بین 1539 که اینجاست تا 1160 اومده، یه همچین چیزهایی رو داده. ببینید استایل هایی رو داده که من اگر ویدتش رو بردارم، خب مشکل حل میشه. یا میاد چیکار میکنید، یا میاد روی این اوورراید میکنید. اما چجوری ما روی این اوورراید بکنیم؟ خب اگر نگاه کرده باشید، ما قبلا توی این درس قبلی برای این کانتنتمون یه چیزی داده بودیم، برای کانتنتمون یه کلاسی درست کرده بودیم به نام کانتنت ایریا، و به اینا استایل دادیم. همینجوری که دارید باز هم میگم، اینجا میبینید که این استایل هاش اینجا نوشته شده. کاری که شما انجام میدید اینه که باید برید داخل فرانت پیج دات پی اچ پی این کانتنت ایریا رو اگر من استایل بدم، خب چی میشه؟ تمام صفحات استایل پیدا میکنه. ببینید الان اگر من مثلا اینجا بدم کانتنت، اینجاست کانتنت ایریا رو میبینید، این ویدتش رو مثلا 100% بود رو خب مثلا عوض کنم بدم مثلا نان. خب اینجا سیو بکنم، اینجا یه ریفرش بزنیم، یا مثلا بگم که کانتنت ایریا برای اون میدیا اسکرین، برفرض بیام چیکار بکنم، میدیا اسکرین رو در نظر بگیرم همونجوری که گفتم به شما، بیام این بالا سایت کانتنت، میبینید اینجا سایت کانتنت، بعد این سایت یا کانتنت ایریا، معذرت خواهم، کانتنت ایریا ات میدیا اسکرین، یه همچین چیزی رو من کپی کنم. ببینید ات میدیا اسکرین کپی، بیام این بالا، ببینید مشکل از کجا شروع میشه، میخوام که بفهمید. این رو اینجا گذاشتم، کولی بریس رو باز بکنم و این کانتنت ایریا رو خب بگم چی، بیا ویدتش رو مثلا بکن چی، نان، یا 100% نکن، هر جوری که دلت میخواد، مثلا من بگم 0. عوض نمیشه. برای چی؟ برای اینکه ما داریم همه رو تارگت میکنیم، یعنی هر چی توی صفحه داریم تارگت میکنیم. حالا اینجا نوشته float left، من اگر این content area رو floatش رو right بذارم، خب
و اینجا اگر بیام یه ریفرش بزنیم میبینید که باز هم عوض نمیشه. شما یه میبینید که اینجا هیچ کدومش عوض نشده. ما میخواستیم ویدتش رو برداریم که ببینید به این حالت در میاد. اما ما باید زرنگی اینجاست که میخوام اول روش اوورراید بکنیم دیگه، درسته؟ یا ببینید اگر ویدت رو بردارید میبینید که باز هم به این صورت در میاد. کاری که میخوام انجام بدیم اینه که یه کلاسی ما باید به این کانتنت ایریا اضافه کنیم، کجا؟ داخل فرانت پیج. پس من اینجا یه فاصله میدم، کلاسی که اضافه میکنم به نام لندر داش پیج هستش. خب لندر پیج رو که اضافه کردم میام داخل کد سنیپیس. من یه سری است برای این چیکار کردم، کد اینجا گذاشتم، اینو کپی میکنیم، میام کانتنت ایریا دات لندر پیج رو اینجا پیست میکنم، همون کاری که قبلا کردیم، منتها با این تفاوت که خب به جای این کانتنت ایریا خالی که نگاه بکنید الان به چه صورت میشه، کانتنت ایریا خالی گذاشتم. خب الان اگه بریم اینجا ریفرش بزنیم میبینی که تغییری پیدا نمیکنه، ولی به محض اینکه اون کلاس دات لندر پیج رو اضافه کنم چی باید بشه اینجا؟ درست بشه این. پس میبینید اینجا مشکل از کار چجوری بود. اما اینا رو میخوام بنزم وسط. این چطوری که میخوام اینا رو بنزم وسط اینه که باید بیام دوربر هر کدوم از این سکشن ها یه دیوی درست بکنم که اینا رو بندازه وسط. نمیخوام که همه مطالب وسط باشه، من میخوام فقط این تایتلا وسط باشه. بنابراین نمیام چیکار بکنم کل سکشن رو در نظر بگیرم که سکشن آیدی سکشن چی بود، کال تو اکشن یا تستومینوز، یا همه اینا رو در نظر بگیرم که اینجا دید که هر کدومش هم یه پدینگ خاصی داره، از بالا و پایین فور رم بهش پدینگ دادم. میبینید که از بالا و پایین دادم، از چپ و راست دیگه نمیاد مثلا پدینگ بدید. میتونستم اینجا مثلا بگم 100 پیکسل. خب اما البته اونو که رم میدید این رو هم باید رم بدید. مثلا من میگم 10 رم، میبینید که عوض نمیشه. من برای چی دادم؟ برای تستومینوز. این عوض شده، نگاه بکنید، فقط این سمت چپی عوض شد. خب نمیام این کارو بکنم برای اینا، رو همه رو صفر میذارم درست اینجا بمونه. کاری که میکنم اینجا دور اینا یه دونه دیو میندازم، دور همه این کانتنت ها داخل پیج. پس این سکشن رو داخل سکشن یه دیو دیگه درست میکنم. همه رو سلکت میکنید، کنترل دبلیو رو میزنید، میگه چه دیوی میخوام. میگم یه دیوی میخوام با کلاس مثلا ایندنت. خب و میبینید کلاس ایندنت رو از اینجا باز میکنه و من اینجا میبنده. پس دوباره میرم این تستومینارز هم کپی سلکت میکنم، کنترل دبلیو رو میزنم، دیو ایندنت سلکت میشه. دوباره میام یکی از اینجا تا اینجا، کنترل دبلیو. ببینید چرا کار با سابلایم تکست آسونه، یعنی واقعا احتیاجی همچین کاری رو بلد باشید. کنترل دبلیو اسپیس، وگرنه شما باید برید دیو رو بنویسید، کلاس ایندنت رو بدید بهش، بعد بیاد اینجا ببندیدش دوباره همینجوری برای پایینی همینجوری. ولی یک بار که می‌نویسید فقط کافی اینو سلکت بکنید، کنترل دبلیو اینتر، اینا رو حتی برای شما ایندنت هم میکنه. خیلی واقعا دستش درد نکنه. و اینجا الان ایندنت رو دادیم، ریفرش بزنیم هیچ اتفاقی نمیافته، به خاطر اینکه چی؟ ما هنوز به این استایل ندادیم. استایلی که من از خورد کد ها برمیدارم اینجا اینه، ایندنت کپی، و میام چیکار میکنم اینجا داخل این پایین پیست میکنم این رو و ریفرش میزنیم اینجا، میبینید که افتاد به سمت وسط. البته شما نمیدونید که این وسط کجاست، وسط میخوام از اینجا شروع بشه تا اینجا، به خاطر همین وسط اینجا قرار داشت دادم. پس ایندنت کاری که کرده یه مارجین صفر و اوتو داده که اینا رو افتاده وسط، یعنی قشنگ مطالبمون انداخته وسط. حالا مطالب ما دقیقا گفتم از اینجا شروع میشه تا اینجا، تقریبا تا اینجا، پس این وسط نسبت به صفحه. بعد چی کار میکنیم؟ یه دونه کد دیگه هم داریم برای اسکرین هایی که کمتر از 1099 بود و کمتر از 320 بود برای موبایل. یعنی نگاه بکنید اینا ما که کوچیک میکنیم میبینید چه حوزه قمر در عقرب میشه. کال تو اکشن اصلا البته بالا هستش، نگاه بکنید باز هستش، ولی میخوام اینا هنوز وسط بیفته، وسط نیافتاده. این برای موبایل، این برای تبلت، اما برای دسکتاپ هنوز وسطه. پس چیکار میکنم؟ این کد رو هم اضافه میکنم که ایندنت داخل اینا هم قرار بگیره. پس این رو که کپی کردیم میام آخر این
پیست میکنیم، میایم اینجا یه ریفرش میزنیم و امتحان میکنیم، میبینیم که این همیشه نسبت به صفحه وسط قرار گرفته.